طی روزهای گذشته و در آستانه 9 دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد و همزمان با افشای فساد در واردات چای در ایران، بار دیگر توجه افکار عمومی نسبت به علل، پیامدها و گستردگی فساد اقتصادی در نظام ایران جلب شده است. به گزارش همکارم علی اکبری در این زمینه توجه فرمایید. انتشار اخبار فساد اقتصادی و اختلاس در ایران تازگی ندارد، اما اگر در دهه 70 شمسی اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات همچون بمب خبری عمل کرد و در دهه 80 و 90 این ارقام به 3000 میلیارد تومان و بالاتر هم رسید، حالا دیگر رقم آن به تومان محاسبه نمی شود و به میلیارد و میلیون دلار اعلام می گردد. ماجرا از آنجا آغاز شد که سازمان بازرسی کل کشور، نهاد نظارتی زیر نظر قوه قضایی نظام ایران، به موضوع فساد در واردات چای وارد شده و اعلام کرده است که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال 1398 تا 1401 در قالب واردات چای و ماشینالات معادل 3 میلیارد و 370 میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود 1 میلیارد و 472 میلیون دلار ارز دولتی تامین شده برای ماشینالات و مابقی آن برای واردات چای بوده است. بررسی‌های کارشناسان نهاد مذکور نهایتاً اثبات کرده است که سوء استفاده و فساد گسترده‌ای در این زمینه روی داده و برای مدیران بخش خصوصی و تعدادی از مدیران دولتی پرونده‌ای اتهامی تشکیل شده و عده‌ای از ایشان دستگیر شده‌اند. رئیس سازمان مذکور از آن نموده است در حالی که قریب به 100 شرکت تولیدی و بازرگانی به امر واردات چای مشغول هستند، اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد. او افزود این گروه تجاری از ابتدای سال 1398 تا پایان سال 1401 حدود 3 میلیارد و 370 میلیون دلار برای واردات چای و ماشینالات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی ارز دریافت کرده و طی این مدت 79% از ارز نیمایی دولتی تخصیص یافته شده برای واردات چای به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است. رئیس سازمان بازرسی ایران افزوده گروه تجاری مذکور تا کنون برای 1 میلیارد و 400 میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است. ادامه داد: حسب پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره 1 میلیارد و 400 میلیون دلار، مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به 2 میلیارد دلار قابل افزایش است. خداییان به بخش واردات ماشینالات مربوطه به این گروه تجاری هم گفت علاوه بر ارزهای تامین شده جهت واردات چای بالغ بر 1 میلیارد و 472 میلیون دلار در طول سالهای 1398 تا 1401 جهت واردات ماشینالات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرمجموع تعهدات این شرکت اضافه می‌گردد و با اتمام مهلت قانونی به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد. او با اشاره به تخلف شرکت در ثبت سفارش چای خارجی درجه 1 و واردات چای کنیایی و صادراتی درجه 2 ایرانی گفت در حالی که این گروه نسبت به ثبت سفارش چای درجه 1 هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو 14 دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه 2 ایران را به ارزش حدود 2 دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده تایید کرده است.
رسانه ها و فضای مجازی در پی این اخبار و توضیحات فرافکنانه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران که این تخلفات را به دولت قبلی نسبت داد، مملو از پرسش ها و ابهامات فراوانی است که افکار عمومی انتظار دارد در زمینه آنچه فساد ستیزی مورد ادعای نظام ایران است شاهد پاسخ قانع کننده ای باشد. انتظاری که در گذشته البته برآورده نشده است و در آینده هم امید کمی برای اجرای عدالت و ایجاد مبارزه ریشه‌ای با فساد سیستماتیک اقتصادی در ایران وجود دارد. علی اکبری، اخبار شیعه.